پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران همیشه مورد علاقه مخاطبان عام و خاص بوده. باید توجه داشته باشیم که هیچ سندی کامل نیست، هیچ سندی حتما درست نیست، ولی ما تلاش میکنیم که راستی آزمایی کرده اسناد رو به شما نشون بدیم و یک تاریخ بی‌غرض یا تاریخ بی‌دروغ بتونیم ارائه کنیم. من مجید تفرشی حدود 40 ساله که روی اسناد تاریخی کار میکنم و 28 ساله که بیشتر وقت و تلاش علمی خودم رو روی اسناد آرشیوهای بین‌المللی و به ویژه اسناد بریتانیایی متمرکز کردم. تلاش من این بوده که زوایای پنهان و دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ ایران رو از این اسناد بیرون بکشم و در دسترس محققان خاص و علاقمندان عام قرار بدم. من همیشه سعی کردم و اینجام سعی میکنم که بیشتر از پیش یک تصویر کمتر مخدوش شده و تاریخ‌تر و روشن‌تر از تحولات اخیر تاریخ معاصر ایران ارائه کنم، برای درک بهتر گذشته سال 77 و آینده پیش روش که وقوع انقلاب و فروپاشی سلطنت. یکی از گزارش‌های جالبی که در تابستان 1977 توسط سر آنتونی پارسونز سفیر وقت بریتانیا در ایران به لندن مخابره شد تحت عنوان تابستان شایعات است و اونجا در ابتدای گزارش اشاره می‌کنه که summer is traditionally the season of the rumors in Tehran. تابستان به طور سنتی فصل شایعات است در تهران، فصل شایعات است. در این گزارش به تحولاتی که در واقع در ایران رخ داده یا در حال رخ دادن هست در اون موقع اشاره میکنه. چند تا بخش داره این گزارش نسبتاً مفصل که به طور خلاصه من اشاره میکنم، به مواردش هم توضیح بیشتر خواهم داد. یکی از اونها مسئله نیاز به تغییر کابینه و تغییر دولت و تغییر وزرا هست که در اون زمان اتفاق میفته، از اومدن جمشید آموزگار و کنار رفتن امیر عباس اویدو بعد از 13 سال. خب این گزارشیه که مفصل به دلیل این تغییر و نیاز به این تحول مهم، برای اینکه 13 سال بود که اویدو کسی بود که در واقع بهترین گزینه برای انجام منویات شخص شاه بود و خودش رو در واقع مسئول دفتر شاه میدونست بیشتر تا نخست وزیر، طبیعتاً این کار تا یه حدی تونست برخی از مبرمات مملکت رو در کوتاه مدت بهش پاسخ بده. مسئله بعد تبعات تأسیس حزب رستاخیزه که در واقع بعد از بین رفتن احزاب کمرمق و روی کار اومدن یک حزب فراگیر که ایده شخص شاه بود، چطور این ایده علی‌رغم همه توقعاتی که ازش میرفت و در همه مطالباتی که ازش وجود داشت عملا نتونست به خواسته های شاه و نظام پادشاهی پاسخ بده. و چه دیگه این گزارش در واقع توجه به مسئله ای هست که تمام سال 77 و 78 ایران از نظر اقتصادی و اجتماعی درگیر کرده بود و اون مسئله بحران مالی بود که برخلاف دو سال قبل گریبان ایران رو گرفته بود. اگر در سالهای 1175 و 76 ایران در واقع به یک نقطه قوتی رسیده بود که موفق شده بود که در عرصه جهانی هزینه کنه و تا حد زیادی بتونه برنامه‌ریزی بکنه، نه تنها برای خودش بلکه برای سرمایه‌گذاری و وام دادن به جاهای دیگه، حتی از سال 75 هم شروع شده بود، ولی در سال 77 در واقع ایران به یک بحران مالی مواجه شد و اون مسئله این بود که مطالباتی که خودش داشت، برنامه‌ریزی که داشت، وعده‌هایی که به مردم داده بود رو نتونست اجرا کنه به خاطر بحران بین‌المللی انرژی که پیش اومده بود که تبعاتش رو هم در داخل و خارج دیدیم و این در گزارشی هم که راجعش صحبت کرده شده و صحبت خواهیم کرد می‌بینیم. بنابراین در سال 77 برای پاسخ دادن به این بحران برنامه‌ریزی اقتصادی باید به کلی تغییر می‌کرد و هویدا ظاهراً مرد این میدان نبود طبق این گزارش. در این گزارش می‌بینیم که چطور شاه توقع داره که با کنار گذاشتن تیم امیرعباس هویدا و روی کار آوردن یک سری تکنوکرات‌های تحصیل کرده در غرب به سرپرستی و رهبری جمشید آموزگار بتونه از این بحران اقتصادی نجات پیدا کنه و یک بازنگری در برنامه‌ریزی و بودجه و هزینه‌کرد خودش ایجاد کنه تا با بحران جدید و موانع جدی که
کشور و نظام رو مورد تهدید قرار داده بود مواجه بشه در داخل و خارج. تابستان به طور سنتی در تهران فصل شایعات برای تغییر کابینه است و شاه در این فصل به تغییرات می‌پردازد. ولی امسال اتفاقاتی افتاده است که از نظر من قابل بررسی است. اتفاقات زیادی در زمینه سیاسی و اقتصادی رخ داده است که شاه را مجبور به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود کرده است. او این تغییرات را در خلال سفر خود به آمریکا اعمال کرده است. یک سری نامه سرگشاده از حزب رستاخیز توجه عموم را به خود جلب کرده است. این نامه ها باعث شده طبقه نخبه جامعه به تصمیمات شاه و انتصابات او واکنش نسبتاً شدیدی نشان دهند. شما می‌بینید که در این گزارش اشاره مختصری میشه به مسئله خریدهای ایران در غرب، سرمایه‌گذاری ایران در توسط با کشور غربی در عرصه اقتصاد و مسائل نظامی و بودجه که به شدت دچار بحران شده و ایران در واقع نقدینگیش به پایان رسیده. صرف نظر از کمبود نقدینگی و کاهش شگرف درآمدهای نفتی ایران، یکی از مشکلات دیگه مسئله زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی و به خصوص مسئله بنادر و راه‌های مواصلاتی بود برای حمل کالا. خب این در خاطرات رجال ارشد دوران حکومت پهلوی هم اومده، مثلا در خاطرات مرحوم داریوش همایون، ولی در مورد این موضوع تو این اسناد خیلی مفصل صحبت شده که در بقیه گزارش‌ها بهش اشاره می‌کنیم. ولی واقعیت هم اینه که در سال 1977 علی‌رغم احساس نیاز به این تغییر آرایش سیاسی در کشور، شاه چندان نیازی به تغییرات رادیکال سیاسی برای بهبود فضای سیاسی هنوز نمی‌دید و فکر می‌کرد که حکومت اونقدر مقتدر هست که در این اقتدار جایی برای مماشات با مخالفان و دشمنان یا رقبای خودش وجود نداره. مسئله‌ای که در این گزارش بسیار بهش اهمیت داده شده که آیا چقدر این تغییرات و تغییر کابینه میتونه موفق بشه برای پیشبرد اهداف شاه و از بین بردن خطرات میان مدت و دراز مدت حکومت شاه. طبعا توقع و پیشبینی اغلب کسانی که مسائل سیاسی ایران رصد میکردن در داخل و خارج از کشور، از جمله شخص شاه، این بود که این تغییرات در سطح کابینه و دولت و نخست وزیر بتواند مشکلات رو پایان ببخشه یا ترمیم ببخشه به صورت جدی. ولی به نظر میرسه که چنان که در همین گزارش هم ذکر شده، اکثریت مردم و بسیاری بدبین بودن به این تغییرات و فکر میکردن که این تغییرات ناکافیست و پاسخگوی مشکلات و مطالبات نیست. همونطور که در بخش پنج این گزارش اومده میگه many Persians remain skeptical of the motives of this involved in the past و اشاره میکنه که در این مداخلات ایران و این تغییرات خیلی در گذشته خیلی بدبین هستند و عملا فکر میکردن که این تغییرات پاسخگو نیست. به ویژه اینکه تجربه حزب رستاخیز تجربه ناموفقی بود، با وجودی که بسیاری از مشفقان و دلسوزان اطراف شاه نگران تجربه رستاخیز بودن، پافشاری شاه این بود که این راهکار میتونه انسداد سیاسی رو باز کنه، در صورتی که در عمل نتیجه معکوس داد و به قول مولانا این از قضا سرکنگبین صفرا فزود، یعنی شرایط رو بحرانی تر کرد و انسداد سیاسی رو بیشتر کرد. در مورد حزب رستاخیز به نظر میرسه که نتیجه حزب رستاخیز این شد که تاسیس حزب رستاخیز که دولت آموزگار که در واقع به نوعی در ابتدای کار اپوزیسیون درون حزبی بود تبدیل به صاحب قدرت شد و تلاش این بود و توقع این بود که بتونه با روی کار اومدن در واقع مطالبات خودش علیه دولت هویدا رو عملی بکنه. ولی تجربه تقریبا یک ساله حکومت آموزگار نشون داد که این اقدام تحقق پیدا نکرد. دولت‌های غربی با توجه به سابقه آموزگار و تحصیلاتش در غرب و ارتباطاتش با بانک جهانی و صندوق جهانی پول خیلی از او حمایت کردند و تصور می‌کردند که می‌تونن با حل مشکلات اقتصادی ایران، کمبود نقدینگی، فساد و سوء مدیریت مبارزه کنه و محدود کنه و با یک برنامه‌ریزی جدید و بودجه‌ریزی جدید بتونه کشور رو از بحران نجات بده. به ویژه اینکه تجربه آموزگار در وزارت دارایی و اقتصاد این رو نشون داده بود که تا حدی میتونه شرایط قبلی رو تغییر بده. ولی در عمل در کمتر از یک سال تا
طوفان اونقدر شدیدتر بود و وسیع‌تر بود که با این اقدامات نشد کاری انجام بشه و عملا نه تنها آموزگار بلکه دولت‌های بعد از اون هم نتونستند که بحران رو به پایان برسونند. در این مورد این اسناد در واقع چیزی که باید گفت در این موضوع این سند خاص اینه که مسئله خود شخص آموزگار هم اهمیت داره، یعنی آموزگار خودش چهره‌ای بود که در واقع برای مردم ایران اونقدر نتونست حالت کاریزما ایجاد کنه و اعتماد نه تنها مردم ایران بلکه اون طبقه حاکم سنتی رو جلب کنه که برای منافع ملی ایران داره کار میکنه. البته در این گزارش به مشکلات و جنبه های مثبت و منفی شخصیت خود آموزگار هم اشاره شده، ولی در گزارش دیگری که بهش خواهیم پرداخت بیشتر به جنبه های دقیقتر و ریزتر مسئله جمشید آموزگار و هیئت دولت جدید او خواهم پرداخت. یکی از مسائلی که در تاریخ نگاری سالهای پایانی حکومت پهلوی در موردش تقریبا اتفاق نظر وجود داره اینه که روابط بسیار حسنه بین ایران و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس به ویژه پادشاهی عربی سعودی وجود داره. به نظر میرسه مشکلاتی که ایران با پادشاهی عربی سعودی داره منحصر به سالهای بعد از انقلاب نیست و در سالهای قبل از انقلاب هم به حد زیادی وجود داشته، به خصوص در دو سه سال پایانی حکومت پهلوی. در این سالها اگرچه این مشکلات دامنه دار بود و در مسائل مختلفی مشاهده می شد، چه در مسئله حج، در مسئله نفت، چه در مسئله رقابت در خلیج فارس، ولی بر اثر حادثه‌ای در آخرین روزهای سال 1976 در سال 1977 روابط ایران و سعودی تا حد زیادی تحت شعاع قرار گرفت و دچار یک تنش و رقابت جدی در منطقه و در جامعه بین‌المللی شد. در آخرین روزهای سال 1976 در شهر دوحه پایتخت امارات قطر کنفرانس اوپک برگزار شد. در این کنفرانس اختلافات قدیمی و دیرینه ایران و سعودی بر سر میزان تولید نفت و قیمت نفت آشکار شد. این در واقع بخشی بر اثر سیاست‌های داخلی دو کشور بود و بخشی هم به عنوان یک جنگ نیابتی بین قدرت‌های بزرگ بود که ایران و سعودی هر کدوم نمایندگی یک جناح رو به عهده داشتند و مسئله فقط در بخش مذاکرات اوپک ادامه پیدا نکرد، بلکه دامنه این مذاکرات در واقع به سال‌های بعد، یعنی 77-78 و بعد از انقلاب کشیده شد. حادثه گروگانگیری سران اوپک در وین به رهبری شخصی به نام کارلوس یا شغال جکل که در واقع حادثه بسیار عجیبی بود، اگر اون حادثه رو ملاک دوران اقتدار و اطلاع و ائتلاف کامل اوپک بدونیم، حادثه ای که منجر به گروگانگیری اکثر وزرای نفت و مسئول نفتی کشوری اوپک شد، از جمله جمشید آموزگار که اون موقع وزیر اقتصاددار ایران بود و شیخ احمد زکی یمانی وزیر نفت سعودی، بعد از اون اوپک تقریبا دچار یک چند دستگی شد که تا سال 76-77 ادامه پیدا کرد و نتیجهش رو در سال در مذاکرات دوحه ما اونجا دیدیم. نکته ای که در بررسی مشکلات ایران و سعودی در سال 77 باید بهش توجه کردیم بود که در آغاز این بحران جدید بین ایران و کشورهای عربی حوزه جنوب خلیج فارس به رهبری سعودی، در واقع جمشید آموزگار که خودش بخشی از شاکله تصمیم‌گیری ایران در مسئله نفتی بود به عنوان وزیر اقتصاددار در کابینه قبلی نخست وزیر شده و در واقع گزارشی که میخوام خدمتتون ارائه کنم به این موضوع اشاره داره که در واقع در وضعیت کنونی و دورنمای روابط ایران و سعودی رو بررسی میکنه. عنوان گزارش هست ایران و سعودی عربیا The Political Context of the Doha Decisions on Oil Pricing، یعنی ایران و پادشاهی سعودی بخش جنبه های سیاسی نتایج
قیمت گذاری نفت در دوحه. در واقع سوای برنامه‌ریزی‌ها و سوء مدیریت و فسادی که منجر شد به کاهش درآمدهای ایران و کاهش نقدینگی و بحران توزیع پول و توزیع ثروت و به اصطلاح پول دادن برای پروژه‌های مختلف داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری‌ها و روند اقتصادی و مالی کشور، تبعات کنفرانس دوحه و اختلافات بین ایران و سعودی که منجر به تشتت بازار جهانی نفت شد هم مزید بر علت شد. در موضوع روی کار آمدن جمشید آموزگار هم مسئله نفت و تبعات کنفرانس دوحه و رقابت با سعودی به همین ترتیب عمل کرد. در واقع ایران و سعودی در اون دوره، یعنی از آخر سال 76 و در تمام طول سال 77 به بعد، در واقع نماینده و نماد و یا به صورت نیابتی از جناح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی دنیا و قدرت‌های بزرگ غربی عمل می‌کردن. مسئله‌ای که در گزارش‌های آنتونی پارسونز و پیتر وسمکوت در سال 77 وجود داره در مسئله نفت ایران و اوپک و بحران اقتصادی و مالی ایران و کشورهای منطقه اینه که در واقع یک دوراهی وجود داره برای آمریکا و اروپا و به خصوص برای خود لندن برای اینکه از کدوم جناح ایرانی و سعودی حمایت کنن. هر دو کشور کشوری بودن که از نظر راهبردی بسیار مفید و مهم بودن از جهت سیاسی و اقتصادی برای بریتانیا و نظام‌های اون کشور هم تحت حمایت کامل لندن بودن. بنابراین تصمیم گیری برای اینکه در این دعوا کدوم طرف رو بگیرن و کمتر خسارت ببینن و بیشتر سود ببرن تقسیم بندی دشواری بود و آینده سیاسی هر دو کشور هم در واقع تا حد زیادی تحت تاثیر این مناقشه قرار داشت. خب طبیعتاً در این کشمکش بین تهران و ریاض برای لندن و همینطور واشنگتن مشکل جدی وجود داشت، برای اینکه هر دو کشور چه به لحاظ منابعی که برایشون وجود داشت و چه در نظام سیاسی حاکم در اون کشورها اهمیت راهبردی برای لندن و واشنگتن داشتن. بنابراین تصمیم گیری و تلاش برای ترمیم روابط خیلی جدی بود برای هم امریکا هم بریتانیا. پیتر هولمز از شرکت شل برای ملاقات با من آمد. او در ایران کمپانی های نفتی را پشتیبانی می کند. او گفت کنسرسیوم توتال برای 10 روز اول جولای صادرات خود را در روز به 5,045,000 بشکه افزایش و بعد آن را به 3.5 میلیون بشکه کاهش دادند. آمریکا در این میان به دنبال افزایش سهم خود از بازار ایران به تعداد 600,000 بشکه در روز است. پیش بینی می شود با نفوذ آمریکا این تعداد به 1,000,000 بشکه در روز برسد. در بخشی از گزارش هایی که در رابطه با این مشکلاتی که از آخر 76 به بعد وجود داشت بین تهران و ریاض، یک گزارش آماری نسبتاً دقیق وجود داره در مسئله مقایسه بین مناسبات بین لندن و ریاض و لندن و تهران. خب اول اشاره میکنه به جمعیت و درآمد سرانه دو کشور، بعد به مسئله استخراج نفت در ایران که 6.5 میلیون بشکه است، در سعودی اون موقع 11.8 میلیون بشکه بوده در روز، و ذخایر نفتی ایران 64500 میلیون بشکه بوده، در عربستان 151800 میلیون بشکه بوده. این مقدار صادرات و تولید نفت ایران تقریبا 22.9% روانه بریتانیا می شده، یعنی روزانه اندکی کمتر از 1 میلیون بشکه، 958.6 میلیون بشکه. در این گزارش که به مسئله نفتی اشاره میکنه به بخش تجاری هم اشاره میکنه. مثلا وقتی که صحبت از یوکی ایمپورت میکنه، یعنی به اصطلاح واردات بریتانیا از ایران و سعودی که عمدتاً طبیعتاً نفت و مشتقات نفتی است، رقم این واردات 700.9 میلیون پوند است و همینطور ادامه پیدا میکنه در سال جدید که قراره به حدود 1 میلیون، یعنی 958.6 میلیون پوند برسه. پیش بینی است
که در سال تقریبا ولی فعلا 11 ماهش انجام شده، این یک سال هم حتی نیست. این در مورد سعودی البته قبلا بیشتر بوده ولی رشد شتابانش از ایران کمتره، یعنی 856.6 میلیون پوند بوده ولی پیش بینی بوده که 879.9 برسته، یعنی در حد 75 به 76. صادرات بریتانیا جالب به اصطلاح ایران در سال 75 494.6 میلیون پوند بوده ولی پیش بینی بوده که در سال 76 و 77 هم همین مقدار بمونه، یه مقدار بیشتر میشه 471.7. در مورد سعودی صادرات بریتانیا خیلی کمتر از ایران، یعنی ایران تقریبا دو برابر بیشتر مناسبات وارداتی از انگلیس داشته. در مورد سعودی در سال 75 199.8 بوده، نزدیک 200 میلیون پوند و در سال 11 ماه سال 76 354.2. جالب اینجاست که در مورد بالانس به اصطلاح حسابداری در واقع واردات صادرات بین دو کشور هم تخمین این بوده که این بالانس به نفع بریتانیا بوده در هر دو کشور، یعنی در مقایسه صادرات و واردات 1.4 میلیارد پوند در مورد ایران بوده در سال 76، 77 شده 600 میلیون و 78 پیش بینیشون بود که 2.1 بشه، که البته این تحقق پیدا نکرد به خاطر هم مسئله بحران شدید اقتصادی ایران و هم مسئله بالا گرفتن مسئله انقلاب و تزلزل حکومت پهلوی. در مورد سعودی 21.3 در سال 70 میلیون پوند بوده در واقع در مسئله 21,000 یعنی 21,300,000,000 بوده در سال 76، 25,400,000,000 یعنی 25,400,000,000 در سال 77 و 78 هم دوباره پیش بینی کم بشه. یعنی دورنمای نگاه لندن این بود که روابط اقتصادی بریتانیا با ایران به تدریج در حال بیشتر شدن و بهتر شدنه و با سعودی در حال کمتر شدنه، چون آمریکایی‌ها بیشتر در سعودی نفوذ داشتن. بنابراین اینجا هم طبق این آمار می‌بینید که اون تصور که روابط شاه با لندن تیروتار بوده از نظر بریتانیا اینطور نبوده، یعنی اون پیش بینی که در مورد وضعیت اقتصادی سال 78 کرده بودن در مقایسه با سعودی نشون میده که سرمایه‌گذاری و به اصطلاح برنامه‌ریزی برای گسترش روابطشون با حکومت شاه رو داشتند. همین اینو در مسئله اصله هم شما می‌بینید، در مسئله اسلحه تقریبا برات تاکید میکنه که گزارش اپروکسیمیت یعنی تخمینیه، یوکی آرمز سیلز این پایپلاین در واقع فروش قطعی اسلحه به ایران رو وقتی صحبت میکنه 2 میلیارد پوند در سال 1976 در واقع اسلحه سالانه به ایران میفروخته بریتانیا، ولی در مورد سعودی این کمتر بوده، یعنی بین 1.5 تا 2، یعنی حد اکثر سقف 2 بوده، ولی در مورد ایران 2 میلیارد پوند وجود داشته و به اصطلاح متریالایز شده بوده به قول انگلیسی و اجرایی و عملی شده بوده. این گزارش از چند جهت قابل بررسیه، یعنی از یه جهت مسئله روابط ایران سعودی رو صحبت میکنه که ضمن اتفاق نظرهایی که این دو کشور با هم داشتند در مسئله رقابت‌های منطقه‌ای دو کشور با هم اختلافاتی داشتند و به نظر میرسه که دو کشور از جهاتی تلاش میکردند که سهم خودشون رو در منطقه و در جامعه بین‌المللی پیش چشم قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا و اروپا و مثلا ناتو و بریتانیا بیشتر بکنند و در واقع خودشون رو به عنوان قدرت برتر منطقه پیش ببرند. این مسئله در سالهای پیشین یعنی دهه 60 کمتر وجود داشت، ولی از سال 1971 که رسما نه عملا و کاملا نیروهای نظامی بریتانیا از خلیج فارس خارج میشن و بعد از جنگ دوم عرب اسرائیل در سال 1973 که در واقع تحریم نفتی بین المللی رخ بده و ایران البته این تحریم رو همراهی نمیکنه و کشورهای عربی تحریم میکنن، به نوعی چشمگیرتر و آشکارتر میشه این رقابت بین سعودی، یعنی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به رهبری سعودی و ایران، و این تصور که اختلافات و دشمنی ها و رقابت های با فراز و فرود بعد از انقلاب ایران و سعودی زایده انقلاب اسلامی ایرانه به نظر میرسه که اصلا واقعیت نداره و این اختلافات نه فقط در مسئله نفتی بلکه در رقابت‌های سیاسی نظامی هم از پیش از انقلاب وجود داشته و البته خب بعد از انقلاب نمود بیشتری پیدا کرده.